در وقت آشوب. تو در اینجا چی کار میکنی؟ بس کن. رما رو کی نگاه بانی میکنند؟ یعقوب چی کار کرده استودایی؟ لازم است مدت غیب زنم، پنهان میشوم. چی؟ تو اینجا با مادر کاری؟ مرا رومی ها میکوبند. رومیان تو را پیش از رفتنی پدرم میکفتند. تو چی کار کردی داوود؟ تو باید از ما منت دار باشی. اورشلیم از ستمگران باید آزاد کرده شود. مادرم بیدار شد. نمیدونم، او سخت بیمار است. تو نمیتوانی چنین رفتار کنی؟ من میگویم که به مدت کوتاه میروم. تو با پدرم وعده دادی. با من درباره پدرم گپ نزن. وای به رومیان یاری میدهد. وای کس کی مرا محاکمه کند. من کاری را میکنم که باید کنم. همش خوب میشود. سارا و ایوب اینجا هستند. یعقوب نیز برای نگهداری چاروا راضی شد. دستی او چی؟ چرا همینجا نمیمانی؟ این خطر دارد. زود بر میگردم. وعده میدهم. استراحت کن و سلامت باش. در پناهی خدا باش. چرا تو میخندی؟ چی طور میتوانی ما را پرتایی؟ به فکرت این نقشه من بود؟ کوشوید شاید گفتم یک طرفی است. ما باید داود را حبس کنیم. همه جا را کابر. بابا خانه را هم. چی شد؟ خدا چی گفت؟ ایوب تو کیستی؟ من دامادی داود. کلان اینجا منم. او را یافتید؟ نه جناب. من انا این را یافتم. اما وای خیلی خورد است. سرده او را. بجایش این را میگره. چی؟ هیچ در راه. من هیچ کار نکردم. راگر میگویم. ایوب! سردیه دو را. ایستو سورو. ایوب! ایوب! فکری کودکت را کن. تو با ایوب یوری داده نمیتوانی. بیا با پیش مادرت میرویم. وای بیهوش است. ما باید آرام شده دعا کنیم. خدا همین لحظه همه را اداره می کند. سرباز ها آنها داود را می گفتند. بله مادر جان، ولی آنها را نیافتند. وای گریخت. لیکن ایوب، آنها به جای او ایوب را بردند. خدایا به ما کمک کن. ما باید دعا کنیم. پدر، ما به نزد تو به نام خداوند و نجات دهنده عیسی مسیح می آییم. ما به تو سجده می کنیم.
ما تو را ستایش می نماییم. شکرت می کنیم که در چنین لحظه های دشوار ما را تنها نمی گذاری. برای ایوب دعا می کنیم. او را از دست این سربازان رهایی ده خدایم. به وی خرد خود را بده. با مرحمت خود او را دستگیری کن. قلب او را پر از آسایش بکن که بالاتر از فهمیش ماست. و خودت ایوب را محافظت کن. ما نمی دانیم که چی واقعه شده استاده است. اما تو را ستایش و شکرگزاری می کنیم. چون که امید ما به تو و تنها به تو است. تشکر پدر. من به تو باور می کنم. خداوند. خاله، چرا تو این خیلی آرام هستی؟ حتی وقتی که همه چیز ویران می شود؟ آرامی ما از خدا می آید. در یادم هست مریم مجدلیه نقل می کرد وقتی که او در ترس و عذاب بود. همیشه همچون نمونه عیسی را به یاد می آورد. وی می گفت حتی وقتی که عیسی سرکار بود یا خسته می شد، سحری بر وقت می خیست و به جای خلوت می رفت تا که دعا بکند. بعضن او تمام شب دعا می کرد. او پیش از آن که 12 شاگرد را انتخاب نماید نیز دعا می کرد. حتی وقتی که حکومت داران برای حبس کردنش آمدند وی دعا می کرد. او در حقیقت مردی دعا بود. باره وقتی که عیسی با پتروس، یعقوب و یوحنا در بالای کوه بودند، مردی پسری خود را برای شفا دادن به نزد شاگردان آورد. کسلی پسرک شدت می‌یافت و گاه او خود را به آتش می‌انداخت. آن مرد از شاگردان خواهش می‌کرد که روح بد را بیرون کنند، ولی آنها نمی‌توانستند. عیسی شاگردان را برای سست ایمانی ملامت کرده گفت: این نسل تنها بعدی دعا و روزه بیرون می براید. ولی آن ندعا کرد و نروزه داشت. چون که اللکای دعا کرده روزه گرفته بود. عیسی روح بد رو بیرون کرد و پسرک شفا یافت. عیسی به ما نشان داد که دعا این طرز حیات است. ما باید هر روز دعا کرده وقت رو با خدا گذرانیم و با او سجده نموده اراده او رو بجویم و درباره کلام اندیشه نماییم. آنگاه وقتی که زندگی مشکل میگردد، همان طوری که برای هر یکی ما است، این یا آن خیل با ما معلوم میگردد که در ما قوه درونی هست که برای غالب برآمدن کمک میکند. تو هر سحر دعا میکنی؟ من کوشش میکنم. البته گاه چیز مرا نگاه میدارد. ولی این عادت من و وقتی دوست داشته ی روز من است. با خدا وقت گذراندن این وظیفه نی، بلکه امتیاز است. با فکرم دعاهای من به خدا خنده آور می نمایند. خنده آور؟ آه نه مریم، با خدا معقول است وقتی که تو هم با مشکلی های خورد و هم کلان نزد او می آیی. یاد داری چگونه خدا آدم و هوا را آفریده در باغ ارم جای داد؟ خدا آنها را می جست. او آنها را فریاد کرد: شما کجایید؟ این خواهش قلب خداست. او می خواهد با تو باشد و او بهتر از هر کسی دیگر می فهمد که از سر تو چی می گذرد. ولی چطور از این دل پر باشیم؟
عیسی آمده و مثل ما انسان شد. او به هر چیزی که ما تاب می آریم تاب آورد. او آزمایش شده بود و ما را نیز آزمایش می کند. او حیاتی به گناه را از سر گذرانده است. از بس که او در اینجا در زمین میان ما زندگی کرد، ما را می فهمد. او در زندگی همه درد و عذاب را کشیده است و او ما را خیلی سخت دوست می دارد. او برای تمام حیات دوست بهترین ماست. در وقت دعا کردن تو همه چیز را به او می گویی؟ همه چیز را. و باوری دارم که او می خواهد مرا بشنود. مرا هم؟ بله. ما می توانیم درباره حیاتمان با شاه شاهان گپ زنیم. سارا! ایو همه چیز خوب است؟ ها، قماندان آمده فرمان داد که مرا آزاد کنند. خدا را شکر. او در غضب شد که آنها آدم دیگر را آوردند. رفتیم. همش را به من نقل میکنی. خدا به دعاها جواب می دهد. بله. بله عزیزم، جواب می دهد. حالا من باید به خانه روم. تا بازدید خاله ریبقا. سلام یعقوب. سلام. امیدوارم در اویلاتون همه چیز خوب است. خیلی خوب، تشکر. شما چی خیل؟ خوب هستم، ولی باید بیروم. خوش باشید. خوش باش. یعقوب، من چی کمک کنم؟ یک دقیقه درویم ممکن؟ البته. اویله امون در خونه. درو. من داوود رو دیدم. او خواهش کرد بگویم که با او همه چیز خوب است. وای همچنین گفت که نخواست شما رو تشویش دهد. احوالت خوب؟ با تو یاری لازم؟ داوود گفت که تو با ایوب رمه ما را نگهبانی میکنی. همراه رمه خود. تشکر زیاد. این کمک خوب است. باوری دارم که با ما همه چیز خوب میشود. اگر چیزی لازم شود، گپ زن. من برای تو و مادرت دعا میکنم. من هر چیزی ویران را درست کرده میتوانم. همه چیز را؟ البته نه همه چیز را. تشکر یعقوب. من این را فراموش نمیکنم. خوب. خیر. تو بازدید. خدا یارت یعقوب. شما خود رو به کدام از قهرمان ها مانند میکنید و برای چی؟
اگر شما یا یگان کسی رو که دوستش می دارید، ناحق گناهکار می کردند، چی عکس العمل می کردید؟ خدا به دعاهای ما چطور جواب می دهد؟ ما در مثال عیسی آید دو چی رو می فهمیم؟ شما در مثال این زنها آید دو چی رو فهمیدید؟